سلام دوستان، سلام رفقا. بی مقدمه بریم ببینیم در این سگ دعوایی که بر سر لاشه کابینه در گرفته چه خبره. اول ببینیم اون یارو که زرشکیان به جای عبدالمبدلیان معرفی کرده تو استبل ولایت چی گفته؟ جهانبینی من همان جهانبینی دوران خدمتم در سپاه است و تغییر نکرده است و بنده جزو باند نیویورکی ها نیستم. عراقچی در ادامه این جلسه با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی لازم الاجراست و باید از آن تبعیت کنیم عنوان کرد: اگر مذاکرات شرافتمندانه رخ دهد، طبق قانون راهبردی عمل خواهیم کرد و با قانون راهبردی می توان مذاکرات را پیش برد. وا ویلا این اولاقچی یه چیزی رو خوب اثبات کرد، این که الحق یه پاسدار دبشه. رفقا دیدین چطور خنجر رو تا دست فرو کرد تو پشت مم جواد و شیخ فری؟ این همون کسیه که برجام از دهنش نمی افتاد. آره، اما دروغ و خنجر و خیانت خون این جونه براس، ملاحظه کنی. جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان رو نداره. واقعیتی در خانه همینه. بریم باوریم که در نظام معنوی برزیش ما صندلی ها عوض میشه، مسئولیت ها هیچ فرق نمی کنه. به همین دلیل هم یک الگوی از همکاری و توجه به دولت‌های قبل در راهبرد آیدوزکو پزشکیان هست. بله، روک و پوسکنده داره میگه حالا ما یه حرفای کشکی راجع به زنان و جوونا تو سیرک انتخابات زدیم، شما چرا باورتون شده؟ الگوی ما همون الگوی خبیثیه. بله، حالا به حرفای همباندی خودش گوش کنین. سخنگوی جبهه اصلاح طلبان با انتقاد شدید از این فهرست گفت برخی از اعضای کابینه نه نسبتی با اصلاحات دارند و نه حتی به رویکرد اعتدالی نزدیک هستند. برخی دیگر هم شهرند به ضدیت با هر تغییر و اصلاحی. جواد امام گفت فهرست پیشنهادی کابینه آقای پزشکیان ادامه سکانداری نظامیان و شبه نظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالان سیاسی داخل نظام است. تبریک به آنها که رأی ندادند. احساس کردم همه آنها که رأی ندادند شم سیاسی قوی تری از ما که به آقای پزشکیان رأی دادیم داشتند. اما جا دارد این کابینه پیشنهادی را قبل از هر کس به مقام معظم رهبری، سپس به آقای شریعت مداری، آقای جلیلی، آقای جبلی و آقای قالیباف، همچنین ائمه جمعه سراسر کشور تبریک بگویم. وای آخه کابینه خود اوزیه، اما کار این رژیم چه با کابینه خبیثی چه با کابینه عظما به جایی نمیرسد که نمیرسد و جنگ و جدال و سگ دعواها راه رو برای دشمنای برانداز صاف می کنن. بله دوستان رفقا، مرحمت زیاد.